دیروز که جمعی از ایرانیان مقیم آلمان تجمع کرده بودند، به محض دیدن مهناز افشار بازیگر سینما به سمت او حمله کردند. ظاهرا دلیل آنها ماجرا و پرونده شیر و خشک‌های مربوط به همسرش بوده. لازم به ذکر است که همسر مهناز افشار هم اکنون در آلمان و در کنار این بازیگر و فرزندشان زندگی می کنند. اما روایت دیگری نیز از دعوای مهناز افشار وجود دارد. بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، گروهی از حاضران در تجمع روز شنبه در شهر دوستور با مهناز افشار درگیری لفظی پیدا کردند. اینطور به نظر می رسد که افراد درگیر از او خواستند که علیه مسئولان ایرانی شعارهای تون بدهد. مهناز افشار متولد 21 خرداد سال 1356 در تهران بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران می باشد. مهناز افشار دیپلمش را در رشته تجربی گرفت و برای ادامه تحصیل به مدت 4 سال در مؤسسه غیر انتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت. خانواده‌اش ریشه مذهبی دارند، به همین دلیل هم در ابتدا مخالف بودند که دخترشان وارد بازیگری شود. در کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان تعلیم دید. مهناز افشار بازیگری را با مجموعه تلویزیونی گم شده در سال 1370 آغاز کرد و پس از آن با ایفای نقش در فیلم دوستان به کارگردانی علی شاهاتمی در سال 77 به سینما راه یافت و با ایفای نقش در فیلم شورش به کارگردانی نادر مقدس در سال 1379 به شهرت رسید. شباهت زیاد مهناز افشار به گوگوش، خواننده مشهور، در توجه رسانه به او در شروع کارش تاثیرگذار بود. مهناز افشار در دهه 80 از چهره‌های تاثیرگذار سینمای تجاری ایران شد و در سالهای پایانی این دهه با بازی در فیلم‌های کارگردانان متفاوت سعی کرد تصویر شناخته شده‌اش را تغییر دهد، تلاشی که به دریافت چندین جایزه و تقدیرنامه از سوی منتقدان و جشنواره‌های داخلی انجامید. مهناز افشار در سال 93 در یکی از نقش‌های اصلی در فیلم آموزگار به کارگردانی نادر سعیدوف، کارگردان سرشناس تاجیک، ایفای نقش کرد. مهناز افشار در خرداد سال 93 با محمد یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ازدواج کرد. او در سال 1394 صاحب دختری به نام لیا شد که البته فرزندش را در آلمان به دنیا آورد. شایعات رسانه در مورد ازدواج و به دنیا آوردن فرزندش در آلمان با واکنش تند او در توییتر همراه بود. محمد یاسین رامین، همسر مهناز افشار، متولد سال 1360، فرزند ارشد محمد علی رامین با مدرک دکترا از دانشگاه کشور آلمان، دارای 2 ملیت ایرانی و آلمانی است که بیش از این یک بار ازدواج کرده است. پسر رامین در دولت احمدی نژاد از معاونین و مشاورین رئیس سازمان هلال احمر بود. محمد امین رامین، متولد سال 1366، دانشوی رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و دوران کودکی را به همراه خانواده‌اش به علت موقعیت شغلی و درسی پدرش در آلمان زندگی کرده و پس از آن ساکن تهران شده است. مهناز افشار پیش از ازدواج با فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی احمدی نژاد، شرط کرده بود که او همسر دیگر خود را طلاق دهد. فرزند رامین پس از انجام این شرط رضایت مهناز افشار برای ازدواج با او را گرفت. موضوع شیر خشک‌هایی که عده‌ای می‌گویند فاسد بوده و نوزادانی را نابینا کرده یا به کام مرگ کشانده، در پی پرونده چند سال گذشته شکایت هلال احمر از یاسین رامین، این موضوع حاشیه‌های زیادی پیدا کرد و گفته شد فرزند محمد علی رامین با استفاده از نفوذ پدرش
در دولت احمدی نژاد توانست محموله عظیمی از شیر خشکای فاسد شده را وارد و توزیع کند که سود کلان برای خودش داشته و ضررهای جبران ناپذیر برای بعضی خانواده ها. مهناز افشار اما درباره شیر خشک فاسد شده اینطور گفته بود. افشار تاکید کرد: من یک مادرم، یک انسانم و این موضوع که درباره پرونده همسرم مطرح شده برای من قطعا مهم است، چون حتما به این فکر میکنم که فرزندم را با چه پولی بزرگ میکنم. فرض بگیریم که من استقلال مالی داشته باشم و از درآمد همسرم ارتزاق نکنم، اما به هر حال باید بدانم همسرم چه انسانی است. مطمئن باشید من هم به اندازه شما پیگیر این موضوع هستم، چون وقتی در حال انجام یک فعالیت اجتماعی هستم، پیگیری این موضوع هم جزو فعالیت‌های من محسوب می‌شود. مطمئن باشید من در کنار شما و حتی جلوتر از شما نگران و دغدغه‌مند این موضوع خواهم بود. این بازیگر سینما گفت: من معتقدم سکوت هیچ کمکی به ما نمی‌کند و از تمام افرادی که موضوع شیر خشک را مطرح کردند ممنونم، چون این موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما مسئله اینجاست که اگر همچین موضوعی صحت داشته باشد، این یک موضوع صرفا شخصی است. عده‌ای میگویند یاسین رامین سالها پیش شیر خشک فاسد از طریق هلال احمر وارد کرده و باعث مرگ و کور شدن بعضی نوزادها شده. یعنی یاسین از کشور آلمان شیر خشک فاسد خریده، فروخته به هلال احمر و هلال احمر وارد کرده و از وزارت بهداشت مجوز گرفته و از گمرک ترخیص کرده و شرکت‌های پخش کننده آن را پخش کردند و خانواده‌ها خریداری کردند و بچه‌ها مسموم شدند. اگر این حرف صحت داشته باشد، خیلی‌ها باید جوابگو باشند. هلال احمر، وزارت بهداشت، گمرک، دولت، توزیع کننده‌ها و غیره. چطور است که مدارک این موضوع در پزشکی قانونی، کلانتری، قوه قضاییه، وزارت بهداشت و بقیه نهادها وجود ندارد و پیگیری نمی شود؟ در واقع می خواهم بگویم این سوال را نباید از من بپرسید که چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده، چون تایید یا تکذیب من وجاهتی ندارد. این سوال را باید از نهادهای مسئول بپرسید و اگر یاسین رامین در جمهوری اسلامی با همه این نهادها تبانی کرده و این جنایت اتفاق افتاده، دیگر موضوع اصلا شخصی نیست و باید در ابعاد ملی به این موضوع رسیدگی شود، آن هم بدون سانسور، شفاف و علنی، نه در اتاق بسته بدون حضور خبرنگاران. افشار در پاسخ به اینکه خودش از همسرش درباره صحت یا سقم این موضوع سوال پرسیده یا نگفت: سالها پیش این موضوع مطرح شد، دقیقا از زمانی که ما ازدواج کردیم ناگهان مسئله نوزادها مهم شد. من نمیدانم چرا قبل از آن این شبه را مطرح نمی کردن. به هر حال من همون اوایل از ایشان پرسیدم و برای چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد و تحقیقم کرده باشی، شنیدن یک کلمه کافی است. نه،